فصل اول کتاب حسابان تابع و درس اول تبدیل نمودارها رو میریم سراغش. توی صفحه 4 کتاب درسی برای اینکه داستان انتقالا رو توضیح بده از انتقالای عمودی شروع میکنه، عمودی و افقی، که میگه اگر به تابمون یه عدد اضافه کنیم میره بالا، به ایکسش عدد اضافه کم کنیم میره راست و چپ. اینجا ببین سینوس ایکس و ایناهاش، وقتی ایکسشو کرده ایکس منهای پی دوم، نمودار پی دوم اومده سمت راست، و وقتی هم به تاب دو واحد اضافه کرده اینهاش دو تا رفته بالا. این از داستان این صفحه. کار در کلاس صفحه 4 میگه نمودار تابع رادیکال ایکس رو با دامنه 0 و 4 رسم کنید و بردش رو مشخص کنید. ببین خب رادیکال ایکس از 0 شروع میشه، 4 هم بدیم میشه 2، پس یه همچین چیزیه. حالا مثلا آدم خوب دقت کنه که از نقطه 1 و 1 هم میگذره، گرچه تأثیر اینجا به حالمون نداره. خب دامنش 0 و 4، بردش هم خب ایگرگاش میشه 0 و 2. بعد میگه کای ایکس اف ایکس منهای 2، وقتی ایکس میشه ایکس منهای 2، دو واحد بعد بریم سمت راست، دو تا اینو ببریم سمت راست چه جوری میشه؟ میشه این میشه نمودار کا. و خب وقتی دو تا میره سمت راست تو شکلم که مشخصه، دامنش دو واحد میره جلو میشه 2 و 6، ولی بردش که فرقی نمیکنه چون تغییرات فقط روی ایکس اتفاق افتاده. بعد بریم سراغ جی ایکس. جی ایکس اف ایکس علاوه 3، وقتی به تاب 3 تا اضافه میشه نمودار 3 تا میاد بالا، پس مثلا یه همچین شکل و شمایلی پیدا میکنه حدودا. دامنش چی میشه؟ این دفعه دامنش فرقی نمیکنه، بردش چی میشه؟ 3 تا اومده بالا، پس میشه 3 تا 5. بریم ببینیم دیگه چی میگه. قسمت الف انجام دادیم، قسمت ب انجام دادیم، دامن و بردش هم انجام دادیم، مقایسش هم فقط همینو میخواست بگه. انتقال افقی دامنه رو تغییر میده، با برد کاری نداره. انتقال عمودی با دامنه کاری نداره، برد رو تغییر میده. بریم صفحه بعدی، کار در کلاس صفحه 5 کتاب درسیتون. میگه نمودار 2 به توان ایکس، اینها سمت چپی، لوگ ایکس در مبنای 2 وسطی و کوسینوس ایکس سمت راستی رسم شده. نمودار این توابع رو رسم کن. دونه دونه برم سراغش. با همین رنگ سبزم ادامه میدم. توی اولی ببین دو تا اتفاق افتاده. ایکسش ایکس منهای 1 شده، به تابت هم دوتا اضافه شده، پس نمودار یه دونه میاد راست، دوتا میره بالا. دوتا بالا رفتن یه نتیجه خیلی مهمش برای ما اینه که تابع نماییمون که مجانب افقیش رو 0 بود میاد روی 2. ببین این الان میشه مجانب افقیمون. خب بعد همینو دوتا بیار بالا دیگه، یه دونه هم ببریم راست. واقعیتش این یه دونه راست کلیت شکل رو به هم نمیزنه، ولی حالا شما مثلا میخواین اینو به عنوان سوال امتحان حل کنید، مثلا این نقطه هاشو قشنگ جا به جا کنید. ببین مثلا من این نقطه رو یه دونه میبرم راست، دوتا میبرم بالا. حالا تو این خط خطی ها رو پاک کنم و شروع میشه شکلم، فقط خواستم توضیح بدم ماجرا چیه. این میاد اینجا، یا مثلا این یه دونه بره راست دوتا بالا بیاد میشه اینجا. ببین اینجوری میشه تابمون. اینجوری میشه نمودار رو یه واحد آوردم سمت راست، دوتام بردم بالا. این از اولی. دومی لوگاریت ایکس شده ایکس به علاوه 2، پس فقط دو واحد میاد به سمت چپ، مجانب قائمت میاد روی منفی 2 میفته، نمودار رو تو بکش دیگه. باز مثلا میگم چون حالا خودش هم نقطه مشخص کرده، بهتره ما نقطه مشخص کنیم. اینو یه واحد بیاریم اینور، دو واحد بیاریم این ور، اینم دو واحد بیاریم این ور، و حالا نمودارمون رو به صورت تقریبی رسمش کنیم. این شکلی میشه. بعدی کوسینوس ایکس به علاوه پی دومه، اینم ایکس شده ایکس به علاوه پی دوم، پس نمودار پی دوم باید بیاد سمت چپ. البته نمودار کوسینوس یه نمودار نامتناهیه، ولی این بخش
محدودی که ما داریم میبینیم همین بخش رو پی دوم بیاریم سمت چپ، از اینجا شروع میشه. خب این نسبت رو خودش میفته دیگه، چیکار کنیم؟ میشه تا اینجا. البته من اشتباه کردم، بذاری یه بار دیگه بکشم اینو. اشتباه کشیدم. پی دوم میانیم سمت چپ، این نقطه میاد اینجا، دقیقا در امتداد پی دوم، این میاد روی صفر، اینجوری میشه. این میاد دقیقا توی این امتداد پی دوم، همه بیان پی دوم سمت چپ. این سه پی دومه میاد روی پی، این دو پی هم میاد روی سه پی دوم. حالا درست کشیدم، نمودار رو پی دوم به سمت چپ منتقل کردیم. خب بریم ببینیم صفحه بعد چه خبر بوده توی کتاب درسی. صفحه بعد یه مثال خودش حل کرده. داستان این مثال اینه، میگه این نمودار تابع F با انتقالای افقی و عمودی این تابع رو رسم کنید. خودش توضیح میده که آقا وقتی تو X رو میکنی X به علاوه 1، پس یه واحد باید بیای سمت چپ، و همینطور که میبینید این نمودار رو یه واحد آورده سمت چپ، سمت چپ میبینید. بعد که کل تابمون منهای 3 میشه، نمودار 3 تا اومده پایین. ببین این نمودار رو 3 تا آورده پایین، شده شکل B. اینم بررسی این مثال کتاب. توی صفحه 6 کتاب یه فعالیت داره که در واقع میخواد باهاش انبساط و انقباض در امتداد محور ایگرگ رو توضیح بده، که تابع سینوس ایکس رو کشیده، بعد میگه ببینید وقتی ما تابمون رو تو 3 ضرب میکنیم ایگرگامون 3 برابر میشه. مثلا پی دومی که قبلا ایگرگ 1 تولید میکرده، حالا ایگرگ 3 تولید میکنه و الی آخر. همینطور که میبینید نمودار جدید ایگرگاش نسبت به اصلی 3 برابره. خب بعد میگه حالا شما هم نمودار 1 دوم سینوس ایکس رو اضافه کنید، که بذار من یه رنگ دیگه انتخاب کنم، ایگرگاش نصف میشه. یعنی مثلا پی دومی که قبلا 1 بوده میشه 1 دوم، صفرا تغییر نمیکنه، منهای 1 میشه منهای 1 دوم. بنابراین یه همچین چیزی میشه نمودارمون. اینم از جواب این سوال که کل فعالیت میخواد همین داستان انبساط و انقباض عمودی رو در واقع توضیح بده. میگه با مقایسه نمودارهای بالا، نمودارهای توابع 3 سینوس x و 1 دوم سینوس x چه تفاوتی دارن؟ که خب منظورش همینه دیگه، اون 3 برابر شده، این نصف شده، اون بزرگ شده، این کوچک شده، منبسط منقبض. دامنه و بردشون چه فرقی میکنه؟ دامنه تغییر نمیکند، اما برد این 3 برابر میشه، به جای منهای 1 تا 1 میشه منهای 3 تا 3، برد این نسبت به سینوس نصف میشه، یعنی میشه منهای 1 دوم تا 1 دوم. اینم از صفحه 6 کتاب درسی. تو صفحه 7 همین مطلب رو دوباره یادآوری میکنه که اگر کا بزرگتر از 1 باشه نمودار کا اف ایکس انبساط عمودیه، و اگر کا بین 0 و 1 باشه انقباض عمودیه، کوچیک میشه. بعد آخرش هم توضیح میده که اگر اف ایکس رو کلش رو توی منفی ضرب کنید، خب ایگرگاش رو تو منفی دارید ضرب میکنید دیگه، پس نسبت به محور ایکس ها قرینه میشه. عرض به حضورتون که تو صفحه 7 این کار در کلاس باز میاد همین موضوع رو، حالت کلیشو میپرسه. میگه اگه دامنه و برد تابع اف ایکس دوتا بازه بسته باشه، وقتی که تو کا ضرب میکنیم دامنه و برد این تابع چی میشه؟ این تابع دامنش میشه تغییر نمیکنه، به خاطر اینکه ما ایگرگامون رو عوض میکنیم، پس دامنش همون بازه آ و ب. بردش توی کا ضرب میشه دیگه، مثلا اون سینوسه بود که بین منهای 1 و 1 بود، 3 برابرش کردیم 3 برابر شد، یعنی اول آخرش اون کمترین بیشترینش 3 برابر میشه، کا برابر میشه.
فقط اگه یه چیزی رو توی منفی ضرب کنیم جای کوچیکه و بزرگه عوض میشه دیگه. ببین مثلا فرض کن تو یه جایی داری مثلا F بردش 2 تا 4ه، اگه اینو توی منفی 3 ضرب کنی جهت نامساویت عوض میشه، میشه منهای 12 و منهای 6. پس بردش کا برابر میشه، فقط میتونه باشه کا 3 و کا ده، میتونه باشه کا ده و کا 3، بستگی به این داره که کا مثبته یا کا منفیه. اینم از این. بریم صفحه بعدی. صفحه 7 کتاب درسی میگه به کمک نمودار ایگرگ مساوی ایکس دو که میشناسید اینا رو رسم کنید. ایگرگ مساوی ایکس دو رو میکشم. وقتی که تابم توی منفی ضرب میشه میشه ایگرگ مساوی منفی ایکس دو، پس ایگرگ هم قرینه میشه، میشه این. برای قسمت ب ایگرگ مساوی ایکس دو اینه. وقتی تو دو ضرب میشه خب ایگرگا دو برابر میشه، منتها واقعیت اینه که ما به اون صورت تفاوت قیافه کلی نمیبینیم. یه ذره نمودار اینجوری ایگرگاش زودتر میره بالا، ایگرگاش دو برابر شده. بعد که منهای یکش میکنیم یه واحد میاد پایین و من شکل آخر رو سعی میکنم یه کمی ترتمیزتر بکشم. مثلا شما توی امتحان حتما این عددها رو نشون بدید. فرض کنید که 0 بدیم میشه منهای 1، مثلا اگه 1 بدیم میشه 1، منفی 1 هم بدیم میشه منفی 1. این هم از جواب قسمت ب. خب قسمت پ میگه نمودار روبرو از قرینه یابی و انتقال نمودار قدر مطلق ایکس به دست اومده. دقت کنید فقط قرینه یابی و انتقال، یعنی مثلا ضریب و اینا هم خودش گفته نگرفته، گرچه تو شکلم معلومه اگه دقت کنید. خب چجوری از قدر مطلق ایکس به این برسم من؟ ببین این قدر مطلق ایکسه. خب من اول تابمو باید توی منفی ضرب کنم که بیاد به سمت پایین. بعد باید چیکار کنم؟ باید دوتا بیارمش سمت چپ. برای اینکه دوتا بیارم سمت چپ باید ایکسم رو جاش ایکس علاوه 2 بذارم و نهایتاً یه دونه اومده پایین که من باید ایگرگم رو یه واحد کم کنم. یعنی ایگرگ میشه منفی قدر مطلق ایکس علاوه 2 منهای 1. یه بارم اینجا تر و تمیز بنویسم، منفی قدر مطلق ایکس به علاوه 2 منهای 1. اینم از این سوال. بخش بعدی این کار در کلاس میگه نمودار تابع اف ایکس در زیر رسم شده، با انجام این مراحل شما به نمودار این تابع برسید. خودش هم راهنمایی کرده، میگه اول از رو اف ایکس منهای 1 رو رسم کنید. چون ایکسمون ایکس منهای 1 شده نمودار یه دونه میاد سمت راست. خب نقطه ها رو هم نگاه میکنم، نقطه ها رو یکی یه دونه میارم سمت راست. بعد کل تابع توی منفی ضرب میشه، پس نمودار تابع نسبت به محور ایکس قرینه میشه و نهایتا چون به تابم یه دو داره اضافه میشه نمودارم دو واحد میره بالا. اینجایی که رو منفی یکه میاد روی 1، اینجام که نقطه 3 و 0 بوده میشه نقطه 3 و 2. که حالا باز اینا رو سعی کنید توی امتحان خیلی دقیق امتدادا رو نشون بدید که آقا من فهمیدم اینا اینجوریه داستانش. اینم از این تمرین. صفحه 8 کتاب درسی یه فعالیت داره که توی این فعالیت میخواد توضیح بده که اگر ایکس ضریب بگیره چه اتفاق میفته. اینجوری توضیح میده که میگه آقا این نمودار سینوس ایکسه، ما میخواییم نمودار سینوس 2x رو رسمش کنیم. بعد اینجوری میگه، میگه ما تو سینوس ایکس اگر ایکس رو پی دوم بدیم میشه 1،
در حالی که توی سینوس 2x اگه بخوایم همین یک تولید چه jx باید بذاریم پی چهارم، بعد دو برابرش میشه پی دوم، سینوسش میشه یک. یعنی برخلاف اون ظاهر اولیش که آدم فکر میکنه x ضرب در دو شده، توی نمودار اثرش اینه که x ها نصف میشه، x ها رو باید نصف کنی که اون ضرب در دو اون نصف کردن رو جبران کنه. بنابراین همین رو داره توضیح میده که آقا وقتی x تبدیل به 2x میشه، x ها رو باید نصفش کنی. این جدول هم که کاری نداره دیگه، یه سری عدد دادن ساده است. کلش هم منظورش اینه که همه چی رو x هاشو نصف کن، صفر تغییر نمیکنه، پی دوم میاد رو پی چهارم، اینی که پی بوده میاد رو پی دوم، اینی که 3 پی دوم بوده میاد روی 3 پی چهارم، و اونی که 2 پی بوده میاد روی پی. این هم از داستان این. چه تفاوتی وجود داره؟ تفاوتش اینه که سینوس 2x نسبت به سینوس x، xش نصف شده، منقبض شده. و بعد همینو توضیح میده. اولا میگه وقتی میخوای نمودار f kx رو رسم کنی، کافیه طول نقاط رو در 1 کام ضرب کنی. بعد میگه اگر k بزرگتر از 1 باشه، خب چون تقسیم میشد به کا دیگه، برعکسه میشه کوچیکتر، میشه انقباض، انقباض افقی. و اگر کامون بین 0 و 1 باشه، خب چون تقسیم بر کات باعث میشه که ایکسات بیشتر شه، میشه بزرگ، یعنی انبساط افقی. آخرش هم میگه که آقا اگه یه موقع منفی ضرب کنی، وقتی ایکس رو تو منفی ضرب میکنی، نمودار نسبت به محور ایگری قرینه میشه، جای ایکسای مثبت و منفی با هم جا به جا میشه. اینا از داستان این صفحه. تو صفحه 10 کتاب درسی یه کار در کلاس داریم که شبیه همون ماجرای قبلی، و این دفعه داره روی اف کا ایکس میپرسه. میگه اگه دامن و برد اف ایکس این بازه ها باشه، دامن و برد اینو بگید. وقتی ایکسمون ضریب میگیره، اتفاقات در امتداد محور ایکس میفته، پس بردمون تغییر نمیکنه. بنابراین برد این تابع میشه همون چی بوده؟ بازه 3 و 2 بوده، همون بازه 3 و 2 میمونه. اما دامنش، خب دامنش گفتیم چی میشه؟ گفتیم که اعداد رو محور ایکسمون به کا تقسیم میشه، پس میشه چی؟ میشه آ تقسیم بر کا و بی تقسیم بر کا. البته همونطور که تو قبلی هم توضیح دادم، اگر این عدد منفی باشه، چون جهت نامساوی عوض میشه، میشه ب کام تا آ کام. این سوال هم در واقع در تقابل با اون سوال میخواد بگه ضریب گرفتن x دامنه رو دستکاری میکنه، با برد کاری نداره. ضریب گرفتن تابع برد رو عوض میکنه، با دامنه کاری نداره. عرض به حضورتون که تمرین شماره 2 این کار در کلاس میگه این نمودار اف ایکس، نمودار این دوتا تابع رو رسم کنیم. خب اف سه ایکس باید ایکسامو به 3 تقسیم کنم، یعنی این نمودار اینجوری کوچیک میشه، همه چی به 3 تقسیم میشه. منتها دقیق بکشید، منهای 6 تقسیم بر 3 میشه منهای 2، x منهای 3 تقسیم بر 3 میشه منهای 1. x 0 فرقی نمی کنه، بفرما. اینجا هم همینطور، x 3 میاد میشه 1، این نقطه اومد اینجا، بیا منحنی بکش. این 6 تقسیم بر 3 میشه 2، منحنی بکش. بعد کشیدم ولی فکر کنم منظورم رو همه متوجه میشید. بریم سراغ اف منفی ایکس دوم. اف منفی ایکس دوم دو تا اتفاقه، هم ایکسمون قرینه میشه، پس نمودار نسبت به محور وای قرینه میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجوری میشه، این چیه؟
f منفی x، بعد که xش میشه x دوم، چون ضریب یه دوم گرفته و اعداد نو محور x رو باید به یه دوم تقسیم کنیم، یعنی x همون دو برابر میشه. بنابراین اتفاقی که میفته اینه، ببین اینجا که xش 3 بوده میاد رو 6، اینی که xش 0 بوده تغییر نمیکنه، این 6 میره این جلو جلوها روی 12، این این اتفاق اینجا میفته. یعنی نمودار حالا مدل سهمیمون اینجوری میشه، اینجا رو چنده؟ رو منهای 12. بنابراین نمودار نسبت به محور وای ها قرینه و ایکس ها دو برابر شد. این هم از حل این کار در کلاس. توی صفحه 10 کتاب درسی کار در کلاسی که داریم حلش میکنیم، توی این سوال میگه از روی کوسینوس ایکس این رو رسم کنید، کوسینوس 2 ایکس منهای 1. خب ما کوسینوس ایکس رو معمولا توی بازه 0 و 2 پی رسم میکنیم و شما میشناسیدش، این کوسینوس ایکسه. وقتی ایکسش ضریب 2 میگیره، ایکساش نصف میشه، یعنی کلیت قیافه همینه ها، فقط مثلا این ایکس انتها که دو پی بوده تقسیم بر دو میشه، میشه پی. خب اینجا که همون یک و منفی یک، این شد کوسینوس دو ایکس. من این دو رو خط زدم یه موقع، نمیدونم بعدا ابهام ایجاد نشه که آقا چرا دو نوشتی. بعد عرض به حضورتون که وقتی تابع منهای یک میشه، نمودار یه واحد میاد پایین، یعنی شکل نهاییمون که همیشه آدم سعی میکنه توی این مراحل شکل نهایی رو تا حد امکان با قیافه بهتری بکشه اینه. چقدر من خوب کشیدم، واقعا سخته توی این تبلت ها، حالا چه کوچیکش چه بزرگش خیلی فرق داره با کاغذ یا تخته یا گچ و نمیدونم وایت بورد نوشتن. اینجا پی، ایکس همون نصف شد، شد پی، نمودارمون کلش یه واحد رفت پایین. اینم از ماجرای این سوال. تو قسمت بعدی میگه نمودار دو تا کوسینوس ایکس سوم رو رسم کنید. ببین این باعث میشه که ایکس همون چون تقسیم میشه به یه سوم میشه 3 برابر، این باعث میشه ایگرگامون بشه 2 برابر و هیچ اشکالی نداره که این دوتا مرحله رو با هم رسمش کنیم. بنابراین خیلی شبیه کوسینوس ایکس دیگه. توی کوسینوس اینجا 2 پی بود، 3 برابرش میشه 6 پی. مثلا اگه بقیه رو نیاز داری، این وسط میشه 3 پی، اینجا باز میشه نصفش 3 پی دوم، اینجا چند میشه وسط 6 و 3 میشه 4 و نیم پی. بعد چون ایگرگامون هم 2 برابر شده، اینا میشن 2 و منفی 2. اینم از ماجرای این سوال. خب توی این صفحه یه مثالی که به نظرم خیلی مهمه بهش توجه کنید، یه مثال میاره، میگه این نمودار F، ما میخواییم نمودار JX که تعریفش کرده F2X علاوه 1 رو رسمش کنیم. من فکر کنم که این داستان دیگه براتون حل شده که این عملیات رو باید چجوری انجام بدیم، ولی فرمتی که کتاب توضیح میده خیلی فرمت جالبیه. میاد میگه آقا من دارم این حرفای کتاب رو توضیح میدم، یه ذره کامل نگفته، میگه نقطه x0 و y0 با توجه به اینکه رو تابع f، رو f فرض میکنیم، y0 میشه fx0. خب حالا میگه تو اگر همین y رو از jx میخوای باید چیکار کنی؟ میگه jx مگه f2x به علاوه 1 نیست؟ پس باید x رو یه جوری انتخاب کنی که 2x به علاوه 1 بشه x0. بنابراین x میشه x0 منهای 1 دوم. فوق العاده حرکت بامزه و جالبیه. حالا میگم اون چیزی که بیشتر مرسومه رو الان یه چند ثانیه بر توضیح میدم، ولی دیدگاه کتابو یاد بگیرید لطفاً.
میگه اگر آ نقطه ای از نمودار تابع اف باشد، نقطه آپریم نقطه متناظرش روی نمودار تابع ژ. خب بعد میگه خب پس نتیجه میگیریم وقتی میخوایم از آ به آپریم برسیم باید ایکسمونو یه دونه کم کنیم و بعد تقسیم بر دو کنیم. یعنی خیلی بامزه داره یه دفعه این حرکت رو توضیح میده که تبدیل x به 2x به علاوه 1 باید x همونو یه دونه کم کنیم تقسیم بر 2 بکنیم. یه پاورقی هم اینجا گذاشته که میگه دقت کردید که شما برای اینکه طول نقطه آپریمو به دست بیارید از معکوس این تابع y مساوی 2x به علاوه 1 استفاده کردید؟ که پاسخ ما میگه بله دقت کردیم، چون دقیقا مثل اینه که من اینجا دارم تابع وارون پیدا میکنم، اینجا که 2x علاوه کو x صفر میذارم x رو میخوام تنها کنم، دقیقا همون کارهایی انجام میدم که تو تابع وارون انجام میدم. خب به این ترتیب مثلا اگه نمودار این تابع رو میخوای بکشی، مثلا الان این نقطه xش منهای 7ه، یه دونه کم کن میشه منهای 8، تقسیم بر 2 کن میشه منهای 4، این نقطه میاد اینجا، این آ این میشه آپریم، این نقطه ایکسش منهای 1ه، یه دونه کم کن میشه منهای 2، تقسیم بر 2 کن دوره میشه منهای 1. پس این فرقی نمی کنه، این مثلا ب و ب پریمه، این نقطه ایکسش 3، یه دونه کم کن میشه 2، تقسیم بر 2 میشه 1، این 3 این 0ه، این هم همین کارو باش بکنید تبدیل به 2 میشه. به این ترتیب نمودارمون، حالا من با یه رنگ دیگه نشون بدم، میگم من شاید من خیلی خوب توی اینا عادت نکردم که شکل بکشم، حالا تمام سعیمو میکنم که شکل بهتری بکشم. اینم از این و اینم از این و اینم از این، اینم نمودارمون، اینم د بود، اینم متناظرش د پریم که همین شکل دیگه نگاه کنید. خب همین داستانا رو توضیح داده، اینجاش هم خیلی باحاله، میگه دقت کنید که x صفر منهای 1 دومو میشه نوشت x صفر دوم منهای 1 دوم. بعد میگه خب پس میتونی اینجوری توصیف کنی، میگه خود شما بگید این روشو، میگه x رو اول تقسیم بر 2 بکنیم بعد 1/2 ازش کم کنیم، درست شد؟ قشنگ داره همون ماجرایی که بلدید رو توضیح میده، که عرض به حضور شما که ما معمولا اینجوری به شما توضیح میدادیم که شما وقتی میخواید از fx برسید به f 2x به علاوه 1، دو تا راه داشتیم. اول میگفتیم به جای x x به علاوه 1 میشینه، بعد تو مرحله بعد به جای x 2x میشینه. این یعنی چی؟ یعنی نمودار اول یک واحد میاد به چپ، بعد x ها نصف میشه. مقایسه کنیم با روش کتاب درسی، این بود. ببین چقدر قشنگه، میگه x یه دونه کم میشه، پس یه دونه میای سمت چپ، تقسیم بر 2 میشه، یعنی x نصف میشه. بعد ما برای این سوال یه حل دیگه هم به شما یاد میدادیم، میگفتیم که اگر دلت خواست اول x تو 2x کن که بشه f 2x، منتها بعد باید جای x x به علاوه 1/2 بذاری. به چه دلیل؟ خب به خاطر اینکه این x به علاوه 1/2 تو وقتی جای x میشینه، چون تو 2 ضرب میشه، 2 توی اون 1/2 که ضرب میشه 2x به علاوه 1 میسازه. به خاطر همین بود که میگفتیم که اگر اول x ها رو نصف میکنی بعد 1/2 بیاد بیای سمت چپ. و این چقدر قشنگ با توضیح کتاب میخونه که میگفت x مساوی x صفر دوم منهای 1/2. ببین یه بار دیگه لطفا، داستان تبدیل x به 2x به علاوه 1، داستانمون
تبدیل x به 2x علاوه 1 چه بلایی سر نمودار میاره؟ دو جور میشه توضیح داد. یک، x تو یه دونه کم کن تقسیم بر دو کن، یا توصیفش یه دونه بیا چپ x تو نصف کن. روش دو، اول x تو نصف کن بعد یه دوم بیا سمت چپ. اینم از این داستانی که خیلی کتاب خوب توضیح داده و من یه ذره بیشتر روش مکس کردم به نسبت قبلی، چون احساسم اینه که بیشتر بچه ها خیلی بهش توجه نمی کنن. توی صفحه بعدی میریم سراغ تمرینات این درس، که در واقع آخرین بخش هر کدوم از درس های کتابتون تمرینه. بریم تمرین ها رو حل کنیم. تمرین یک، یه سری نمودار داده، یه سری ضابطه داده راجع به رادیکال ایکس، میگه هر کدومو به نمودارش نظیر کنید. من هر کدومو کنار نظیرش گذاشتم ولی توضیح هم میدم. رادیکال ایکس به علاوه دو، رادیکال ایکسیه که دو واحد باید بیاد سمت چپ، دو واحد باید بیاد سمت چپ، که خب بعد میریم میبینیم که نمودار ای متناظر با اینه. دو به علاوه رادیکال ایکس یعنی رادیکال ایکسی که دو بهش اضافه میشه، دو تا میره بالا، به خاطر همین متناظر به میشه شکل دی. منفی دو رادیکال ایکس یعنی این که هم ایگرگامون قرینه شده هم بزرگتر دو برابر، که نتیجه میگیریم پ نظیرش میشه شکل ای. و نهایتا وقتی ایکسمون میشه ایکس دوم، یعنی ایکسامون دو برابر میشه. آقا چجوری اینو نشون بدیم؟ رو همین شکل نشون بدیم. ببین ایکس ها دو برابر میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر این نقطه الان یک و یکه، توی شکل جدیدت میشه دو و یک، و همینجور برو جلو. که اینجا چهارش رو نشون داده. تو تابع رادیکال ایکس شما به ایکس دو بدید میشه رادیکال دو. این تابع رادیکال ایکس ها دارم میکشم، این رادیکال ایکسه. ایکس رو دو میدید ایگرگتون میشه رادیکال دو. حالا تو این شکل نشون داده اگه چهار بدی حدودا میشه رادیکال دو. البته عددها رو ننوشته، منتها چون چهار تا شکل داده گفته متناظر کنید میشه فهمید. به این ترتیب من اینو پاک کنم که شکلم از شلوغی در بیاد، متناظر قسمت ت میشه شکلی که با حرف سی نام گذاری کرده. قسمت سه، حتی بازم ادامه داشت، اشکالی هم نداره. سه، دو تا اتفاق افتاده. رادیکال ایکس دو تا اومده سمت راست، پس از دو شروع میشه، دو تا اومده بالا، این اومده اینجا و اینجوری میشه، که خب اینجا شکل خیلی تر و تمیزش اینجا هست. قسمت سه متناظر میشه با شکل بی. دیگه فکر کنم این واقعا آخریشه. رادیکال منفی دو ایکس، این رادیکال ایکس، هم ایکساش قرینه میشه هم ایکساش نصف میشه. یعنی اینجایی که قبلا بوده یک و یک، تو شکل جدید چی میشه؟ میشه منفی یک دوم و یک، ایکسامون نصف شد، که باز اینجا به خوبی رسمش کرده. نقطه هم که نشون داده، اوه معذرت میخوام، من اینجا اشتباه کردم، ایکسامون نصف میشه. نه درسته، هیچ اشتباهی نکردم. نقطه که سوال نشون داده منهای دو دو، به این دلیله که تو تابع رادیکال ایکس اگر چهار بدیم به ما دو میده، بعد که ایکسش نصف میشه اینجوری میشه که اگر بهش منهای دو بدیم به ما دو میده. یعنی با این نقطه داره به شما این علامت رو میده که شما شکل جیم رو متناظر با شکل اف بدونید. خب بریم تمرین بعدی. یه نمودار افیو داده، یه سری نمودارا رو میخواد. قسمت الف اف منفی ایکسه که میشه قرینه نسبت به محور وای. خب این شکل رو نسبت به محور وای من قرینه میکنم، سمت چپش رو فعلا قرینه کردم، حالا سمت راستش رو قرینه کنم،
اینا رو بشمرم، این چند تا فاصله داره؟ 5 تا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اینجا میشه. خب بعد عرض به حضورتون که اینم یه دونه این ورتره، این نمودار سبز رنگ میشه جواب ما. چک بکنید، دو تا اف ایکس منهای 1، ایکس منهای 1 یه واحد میره راست، اینم ایگرگ ها دو برابر میشه. خب دونه دونه این کارو بکنی، این یه دونه بیا راست، ایگرگش هم که صفر، دو برابر کنی فرقی براش نمیکنه. این یه دونه بیا راست، ایگرگش که 3، دو برابرش میشه چند؟ میشه 6. این ایگرگش ایکسش رو یه دونه بیا راست، ایگرگش که 3، دو برابر کن. این یکی یه دونه بیا راست، ایگرگش که بوده منهای 2، دو برابر کن میشه منهای 4. خط افتاد. اینم یه دونه بیا راست، ایگرگش هم که 0، تغییر نمیکنه. به این ترتیب نمودارمون میشه این. تمام سعیمو میکنم که نمودارمو خط راست بکشم، خیلی خوب در نیومد دیگه، چیکار کنیم؟ اینم نمودارمون یه دونه اومد سمت راست، ایگرگاش دو برابر شد. قسمت بعد این منفی پشت اف ایکس یعنی نسبت به محور ایکس قرینه میشه. بعد که این اتفاق افتاد می نویسم بعدش دو واحد برو بالا. الان این ایگرگش صفره، قرینش کنی میشه صفر، دو تا برو بالا. این ایگرگش 3، قرینش کنی میشه منهای 3، دو تا بیا بالا. این هم همینطور. این ایگرگش منهای 2، قرینش کنی میشه 2، دو تا برو بالا. این هم ایگرگش 0، قرینش کنی میشه 0، دو تا برو بالا. اینا رو به هم وصل کن. یه بار دیگه شکل رو نگاه کنی، نسبت به محور ایکس قرینه شد، کلش هم دو طرف بالاتر. این ایده خوبیه که سعی میکنیم اینا رو با هم انجام بدیم. شکل بعدی اف دو ایکس منهای 1. ببینید با شیوه کتاب بیاید بریم، میگه دو ایکس منهای 1 رو ایکس صفر بگیرید، ایکس میشه ایکس صفر به علاوه 1/2، میشه نوشت ایکس صفر دوم به علاوه 1/2. با نگاه بالا یعنی ایکساتو یه دونه اضافه کن بعد نصف کن، با نگاه پایین یعنی ایکساتو اول نصف کن بعد 1/2 برو راست. من با همین نگاه بالا رسم میکنم. این ایکس هم منهای 4ه، یه دونه اضافه کن میشه منهای 3، تقسیم بر 2 کن میشه منهای 3/2. این ایکس هم منهای 2ه، یه دونه اضافه کن میشه منهای 1، تقسیم بر 2 کن میشه منهای 1/2. این ایکس هم 0ه، یه دونه اضافه کن تقسیم بر 2 کن میشه 1/2. این ایکس هم چنده؟ 5ه، یه دونه اضافه کن میشه 6، تقسیم بر 2 کنی میشه 3. و نهایتا این ایکس هم چنده؟ 6ه، اینجا بنویسم 3، یه دونه اضافه کن میشه 7، تقسیم بر 2 میشه 7/2 یا 3.5. اینم از این. امیدوارم این راه کتاب خوب فهمیده باشید. شکل بعدی اف 3 منهای ایکس. باز با راه کتاب توضیح بدیم، ایکس میشه 3 منهای ایکس صفر. فکر کنم منفی ایکس صفر به علاوه 3 بنویسید بهتر به چشم میاد. هر کدوم از ایکس ها رو قرینه کن بعد 3 تا اضافه کن.
الان این x منهای 4ه، قرینش میشه 4، 3 تا اضافه کنی میشه چند؟ میشه 7. بشمارمش دوباره کردم. نه درسته. بنابراین بذار این کارو بکنم. این آ میشه آ پریم. این نقطه ایکسش منهای 2ه، قرینه کن میشه 2، 3 تا اضافه کن میشه 5. این ب بپریم. 3 صفر رو قرینه کنی صفره، 3 تا اضافه کنی میاد اینجا. د این الان منها ایکسش مثبت 5ه، قرینه کنی میشه منهای 5، 3 تا اضافه کنی میشه منهای 2. و نهایتا نقطه ای ایکس 6ه، قرینه کنی 3 تا اضافه کنی میشه منهای 3. اینم ای پریم. اینا رو به ترتیب به هم وصل کن. آپریم، بپریم، سپریم، دپریم و ایپریم. میبینید انگار که نمودارمون نسبت به محور وای ها قرینه شده اول، بعد سه واحد اومده سمت راست. یا همونطوری که همیشه میگفتیم میتونیم اینجوری تصور کنیم که اول نمودارمون سه تا اومده سمت چپ، بعد نسبت به محور وای قرینه شده. من یه بار دیگه بگم، اگه اول نسبت به محور وای قرینش کنی، بعد برای اینکه ایکس سه منهای ایکس رو بسازی، باید جای ایکس ایکس منهای سه بذاری که وقتی منفی توش ضرب بشه بشه منفی ایکس علاوه سه. خب روش دوم، اول ایکس رو به علاوه سه بکنی، بعد ایکس رو قرینه کنی. مفهومش؟ مفهومش اینه که اینجا داره میگه اول نسبت به محور وای قرینه کن، بعد سه تا برو راست. این میگه اول سه تا برو چپ، بعد نسبت به محور وای قرینه کن. آقا تو نوشته کتاب میشه اینو فهمید کاملا. ببین این دوتا رو، این بالاییه رو بذار من عوضش کنم لطفا، یه منفی فاکتور بگیرم. این میگه اول ایکسات رو کم کن، سه تا کم کن، همون سه واحد سمت چپ اومدنه، بعد قرینه کن. این یکی میگه ایکسات رو اول قرینه کن، بعد سه تا اضافه کن، یعنی سه تا بیا سمت راست. یه امیدوارم خوب فهمیده باشید. خب بریم بعدی. میگه نمودار اف رو داده، نمودار این تابه ها رو میخواد مقایسه کنید. اف منفی ایکس نسبت به محور ایگرگ قرینه میشه، چون ایکس همون در واقع داره جابجا میشه. این ایگرگ مساویه اف منفی ایکس. منفی اف ایکس نسبت به محور x قرینه میشه. پس چی شد؟ یه بار دیگه، اولی که xش منفی شد نسبت به محور y قرینه میشه که جای xهای مثبت منفی عوض شه، دومی که تابمون تو منفی ضرب شه نسبت به محور x قرینه میشه، و خلاصه سومی منفی f منفی x. این دوتا اتفاق هر دو میفته، یعنی هم نسبت به محور x هم نسبت به محور ایگرگ تقارن داری، و جالبه میتونی بگی نسبت به مبدأ متقارن شده. اینم جالبه، مقایسهش هم کردیم دیگه، همین توضیحات. تمرین بعدی که فکر میکنم آخرین تمرین این قسمت هست، میگه نمودار تابع مقابل فقط از قرینه یابی و انتقال نمودار رادیکال ایکس به دست اومده، ضابطش رو بنویسید. خب من از رادیکال ایکس شروع میکنم، سعی میکنم به این برسم. این اولا نسبت به محور ایکس قرینه شده، ایگرگ مساوی رادیکال منفی ایکس، بعد به جای اینکه بره بالا اومده پایین، پس نسبت به محور ایکس هم قرینش کن، میشه منفی رادیکال منفی ایکس. بعد دو تا اومده بالا، پس یه دو به تابعت اضافه کن. بنویسم اینجا ترتمیز،
دو منهای رادیکال منفی x. اینجور موقع اگه شکری آزمایش بکن، مثلا x رو صفر بدی دو میشه، میبینی بله. x رو منهای چهار بدی، اینجا جیکس منهای چهار بذاری صفر میشه، میبینی بله. خیالت راحت میشه که آقا ضابطه‌ای که نوشتی درسته، یا برعکس مثلا یه موقع شکل میکشی یه نقطهش رو آزمایش میکنی، دوتا نقطهش رو آزمایش میکنی، خیالت راحت میشه. به پایان این قسمت رسیدیم.